بله، علیکم السلام عبدالعلی کوشانر از بغلان هستم جناب مولوی. الله شما را حفظ کنه، در خدمت انشاءالله بزرگوار. شما زنده و سلامت باشین. یک سوال داشتم راجع به صفات. بفرمایید، در خدمت انشاءالله. زنده باشین. همی بعضی کسایی را ما دیدیم، بعدشون چیزی ماست که اصلا در طول زندگیش قرآن عظیمشان تلاوت نکرده، با در سر جنازه از او مولوی صاحب قرآن عظیمشان دوران میکنه، سرگردان میکنه، بالاخره ختم جفا میکنه. به این مید چی سمره داره؟ بعد از اینکه وفات میکنه قرآن کریم در وفات از او دور میتن، زود سرش دور میتن، یا مثلا در تلاوت قرآن عظیمشان میکنن، ختم میکنن. من میگم در زندگی باید انسان قرآن عظیمشان تلاوت بکنه، خصوصا در ماه رمضان، خصوصا در نماز صبح و نماز شام. در زندگیش قرآن شریف تلاوت بعد انسان نمیکنه، مخلوق شدید خود از بعد از اینکه امور ختم میکنن و قرآن شریف بیشتر دور میتن. ان شاء الله الله شما را حفظ بکنه. سوال دیگه ندارین؟ نه، شما با عزت باشین، زنده سلامت باشین. این برنامه رو من بخیر ازم که طول حمایت میکنم. ان شاء الله الله شما را اجر بده. صحتمند باشین. بخیر باشین. الله حافظ شما. برادر ما عبدالحلیم از بغلان بودن، سوال کردن که یک فردی که در حیاتش قرآن نخونه، نماز نخونه، رابطهش با الله محکم نبوده باشه، اما زمانی که باز از دنیا بره، به این خیرات شوه و به این قرآن آورده شوه، چی حکم داره؟ اصلا مسلمان باید در حیاتش به دستش کار خیر انجام بده. بهترین مسلمان کسی است که در حیاتش رابطهش را به الله محکم میکنه، زیرا حدیث از رسول ما صلی الله علیه و سلم است که ایزا مات ابن آدم این قطع عمله، زمانی که وفات میکنه بنی آدم، عمل از او قطع میشه، بجز از سه چیزی که بعد از مرگ به دردش میخوره، عبارت از علم نافع هست. کسی که در حیات علم نافع داره، علمی که منفعتش به دیگران میرسه، یا اولاد صالح داره، اولاد خوب تربیه کرده مطابق به دین الله، یا ای که یک کار خیر انجام داده، یک جای کلینیک جور کرده، یک جای پل جور کرده، اینا از جمله صدقه جاریه هست که بعد از مرگ انسان و در انسان میخوره. باقی اگر یک فرد در حیاتش هیچ نماز نخونده، روزه نگرفته، زکات نداده و میمره، بعد از او جشن گرفته میشه، این کار نادرست هست. این کار نادرست به این هست که بعد در حیاتش رابطهش با الله محکم بوده باشه. ختم قرآن عظیمشان در شک نیست که در فتاوای اهل سنت و الجماعه، در تمام فتاوای هندیه، فتاوای شامیه، احسن الفتاوا و فتاوای یوسفیه، علما میگن که اگر یک کس قرآن بخونه، ثوابش را به یک کس ببخشه، ثواب بر از او میرسه. اما بهتر، خوبتر، وجه احسن امی است که در حیات خود انسان رابطش با الله محکم شه. و دوم، خیرات که هست ای به مستحقین هست. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، صدقه و خیرات به مسکین و یتیم بیچاره هست. اگر خیرات شکل بوده باشه که به اهل شوه، ثوابش بخشیده شوه، در این شک نیست که ثواب میرسه. اما اکثرا خیرات ها را که ما متوجه میشیم، یک شکل سیالی هست که به خاطر که مردم خفه نشن، باز امو دوستایی که پولدار هست، اونا میان خیرات هم میخورن میرن. این دیگه خیرات نیست، این یک سیالی اگر نام شبانن بهتر هست. خیرات هم است که گوه زبح کو، گوشش توته توته کو، ببرده پشت دروازی فقیر بیچاره بتی، به نام الله این ثوابش مستقیما به امو میت میرسه. پس هدف ما است که در حیات خود انسان مؤمن عمل نیک باید انجام بده، و آوردن قرآن کریم بعد از مرگ انسان هایی که هیچ رابطه با قرآن نداشت، امو امام یا امو کسی که در اون منطقه هست، او باید اعتقاد بکنه که یک نفر بی نمازه که روی مسجد نمی بینه، روزه نمی گیره، چگونه او را باز به قدر کشفش رو دفن میکنه؟ باید یک نوع کار بکنه که دیگرها از او پند و نصیحت بگیره، دیگرها متوجه اعمالش شون. برنامه اقرا، سوال دارین؟ السلام علیکم. علیکم جور بخیر. الله شما را حفظ کنه. علیک السلام. نامتان محترم، از کجا تماس گرفتین؟ نام عبدالحکیم است. مالی سر از شهر مزار شریف تماس گرفتم.
در خدمتتان بزرگوار، بفرمایید. مولای صاحب، قبل یک سوال داشتم. یک انسانی که با جنیات ارتباط داشته باشه، حکمش در اسلام چی است؟ و شخصا خودم که میل اصلا میل به جنیات ندارم، خودم الحمدلله طالب مدرسه هم هستم، درس دینی هم میخوانم، کتابای مولویگی، و امی جنیات مسلمان که حافظ قرآن عظیمشان هم است با ما اندیوال شده و دوستی کرده و من میخوایم از لحاظ شریعت خب جنیات مسلمان میبخشین محترم، جنیات مسلمان بعضی ها میگوین که با جنیات با اندیولی با جنیات خلاف شریعت است، ولی مثلا میل به جنیات نداشتیم، ولی که جنیات اندیولی ما شده مسلمان. چگونه مشاهده میکنین محترم جنیات در چه قسم با او ارتباط دارین، مشاهده میکنین به چه شکل رو میبینین؟ بله بله، خب بفرمایید. خب به شکل انسان میبینیم دیگه، یعنی هدف در وجود کس حاضر میشن، در وجود کس حاضر میشه با تو امراض تکلم میکنی به شکل؟ نه من مستقیما شکل اصلیشون به شکل انسان میان پیشت؟ به شکل انسان می. بله خب جواب میتیم انشالله بخیر باشن. پروردگار متعال در 24 مورد قرآن کریم بحث از جنیات کرده. اینا مخلوق الله هستند و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما خلق نکردیم جنیات و انسان ها را مگر به خاطر عبادت. اینا موجود هستند که نسبت به انسان ها بسا ویژگی های خاص دارند، مثلا به اشکال مختلف ظاهر میشن، عمر بسیار طولانی دارند و یک زندگی جداگانه نسبت به انسان ها دارن، مسلمان و کافر دارن. مسلمان هایشان مثل ما و شما و مکلف است عبادت الله را می کنن. و شما یک سوره در قرآن می بینین، سوره جن، که جنیات کلام الله را می شنون از زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم و ایمان میارن و در حرم شریف در بیت الله مسجد از بنام مسجد جن حقیقت داره و کس نمیتونه از حقیقت عظیم منکر شوه و منکر از این عقیده و ایمانش در خطر میشه، زیرا قرآن از او بحث کرده. اما نکته این هست که آیا رابطه داشتن که برادر سوال کرد با جنیات چگونه هست؟ اولی که ما شما نیاز نداریم که به اینا رابطه داشته باشیم، زیرا مکلف به این کار نیستیم. الله ما شما رو مکلف نکرده که ما حتما یک رابطه را با اینا حفظ بکنیم و نگاه بکنیم، چون اینا مسلمان دارن، مشرک دارن، کافر دارن، مثل ما شما واره که انسانهای مختلف هست در عقیده و افکار، اونا هم با خود دارن. در صورتی که برادر ما با اونا تعلیم قرآن میته، حفظ قرآن درس میته، مشکل نداره، اما به شرطی که باز آینده ها نشه که او کافر بوده باشه و خود مسلمان ظاهر کرده باشه و عقیده و افکار برادر ما را به دیگر طرف نبره. در کل فتاوا علمای اهل سنت و الجماعت به این نظر هستند که نیاز نیست که ما با اونا بوده باشیم و از اونا کمک و تعاون بگیریم. پس رابطه خود مسلمان باید با قرآن با الله داشته باشه. اما اگر حاضر میشن تکلم میکنن از یا ای که میخوان قرآن برشان تدریس بکنین، از این نایه انشاءالله مشکل وجود ندارم.